خب آقا من سلامی درودم رو گفتم؟ آره فکر کنم و سلامی درودم رو بهتون گفتم. بذاری یه آپدیتی بکنم شما رو که چقدر من بدبختم. بدبخت که نه، شلوغ. میدونید نسبت به همسن سالام دارم بیش از حد پدرم در میاد. فکر کنم بیشترتون ولاگ رفتم آزمون ورودی یک مدرسه خفن درس خونو دادم رو دیدید. آره دیگه خیلی ویو گرفت. فکر کنم همه افرادی که چنلمو ساب دارن دیده باشنش. من آزمون رو مسلما خوب ندادم و خیلی به نظرم عادیه که خوب ندادمه، چون دوشنبه شب به من خبر رسید تو چهارشنبه صبحش باید بری آزمون ورودی مدرسه رو بدی. و من اینطوری بودم، یعنی چی؟ یعنی من باید 7 تا کتابو سه‌شنبه جمع می‌کردم، چهارشنبه صبحش می‌رفتم آزمون ورودیشو می‌دادم. و درسای واقعا سختی هم انتخاب کرده بودن و ریاضی هم جزوشون نبود که بگی اوکی ریاضی دیگه چند تا فرمول راحت میری حل میکنی، نه ریاضی هم نبود بینشون. و من آزمون رو خب مسلما خوب ندادم، خیلی دنبال خودم پیگیرش بودم، به خاطر همین از مدرسه با همون تماس گرفتن که ما به شما یه شانس دیگه میدیم که چهارشنبه این هفته بیای دوباره مجدد آزمون ورودی بدی، ولی سوالا عوض میشه و به جای 7 از دروس 11 کل دروس 11 رو باید آزمون بدید. و خب همین که یه شانس دوباره دادم خیلی برام خوبه و ارزشمند میدونمش. امروز شنبه است و چهارشنبه همین هفته باید برم آزمون رو بدم. حدوداً 4 روز وقت دارم که بخونم و دیروزم نشستم یه ذره تست دادم، ولی خب از امروز میخوام جدی بشینم یه ذره پای درسا. مدرسه دولتی دور و برمون خیلی زیاده و من اینطوری بودم که اگه نمونه دولتی رو قبول نشم میرم دولتی. حالا چرا غیر انتفاعی نه و اصلا جزو گزینه هام نبود؟ آقا من 2 سال از زندگیم و 2 سال از کل سال تحصیلیم که دولتی میرفتم، فقط 2 سالشو غیر انتفاعی رفتم و فقط میتونم بگم پول یا مفت دادم. من معدلم از 18.19 یهو اومد زیر خط فقر. من اینطوری بودم که بیام مدرسه غیر انتفاعی لاقل 20 رو شاخمه، ولی این مدرسه غیر انتفاعی رو که اومدم به این نتیجه رسیدم همه چی به خودت بستگی داره و اینطوری نیستش که بگی وای مدرسه چقدر خوبه، حالا که مدرسه خوبه من 100% 20 میگیرم. نه اصلا همه چی به خودت بستگی داره. آقا جان من خیلی سرم شلوغه این هفته، علاوه بر اینکه چهارشنبهش باید برم آزمون ورودی بدم، در واقع پنجشنبهش مسابقه تنیس دارم. وای خدایا الان سکته میکنم، کف و خون قاطی میکنم، میام میمیرم، میافتم میمیرم. و حالا علاوه بر مسابقه تنیس فکر کنم بابام مسابقه شنا منو ثبت نام کرده و دیگه واقعا میخوام خودم بکشم. آخه بابا دیگه چقدر بس است، دیگر نمیتوانم. بعد زمانم هم داره روز به روز سخت‌تر میشه، یعنی پله پله داره میره بالاتر. و خب اشکال نداره، من عاشق زبان و ورزش هستم، ولی درس رو یه ذره باش مشکل دارم، یه ذره که نه خیلی باش مشکل دارم، یعنی به زور پای کتاب میشینم. نمیدونم چرا انقدر به زبان علاقه دارم، ولی از درس بیزارم. و علاوه بر تمام اینا باید یه روز در میون شنام هم حتما برم. خب بالاخره یا اگه مسابقه شنا داشته باشم باید آمادگیمو داشته باشم. به غیر از مسابقه شنا به نظرم این که همیشه آدم یه ورزش پایه‌ای و توی طول ماه یا هفتهش بره خیلی خوبه. وقت شنا رو نذاشتم کنار، شاید تا مثلا واسه تنیس بیشتر تو تابستونا برم و اینا، ولی واسه شنا همیشه وقتم خالی باشه میرم شنا رو. و مشکلی که من دارم اینه که آقا جا من در طول سال تحصیلی افسردگی شدید میگیرم. شما فکر کن من شبش باید زود بخوابم که صبح زودش بلندشم برم مدرسه، بعد که میرم مدرسه زورش که برمیگردم انقدر خستم میخوابم تا شب، بعد شب باید دوباره درس بخونم دوباره میخوابم تا صبح به زور بلندشم. این هی ادامه داره و من وقت ندارم واسه زبانم، وقت ندارم برای ورزشم، وقتم آزاد نیست مثل تابستون و این خیلی اذیتم میکنه. و وقتی تو هی مکرر توی تختت باشی و تنها مقصدت واسه بیرون مدرسه باشه، آقا جا معلومه افسردگی میگیری و من هیچ گزینه دیگه ندارم. و به خاطر همین فکر کنم یکی از دلایلی که من اینقدر درس بدم میاد همین باشه، یعنی قهوه لعنتی نبود من نمیدونستم چجوری قرار زندگی کنم. خونه بالاییمون بنایی دارن اکله سر تا 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 کر باشم نشتم صدا شوید. بچه من لخ نیستم و شلوارک با من.
خلاصه که خدای بابنده، امیدوارم صداش برای شما نیاد چون ولاگمو به گن میکشه. حالا چیزی که خودم میخوام به این برنامه شلوغم اضافه کنم، یعنی خب به نظر خودم هنوز کم کارم، یعنی تابستون بهترین زمان واسه اینه که برنامهاتو بچینیم. حالا این برنامه های خودم بود، یعنی برنامه هایی که در حال حاضر دارمشون. برنامه هایی که خودم میخوام بهشون اضافه کنم، میدونید از اونجا که خیلی بیکارم میخوام برنامه هم به خودم اضافه کنم، ولی خب اینطوری هم که تو دوران مدارس که نمیتونم اینقدر شلوغ باشم، بذار تابستون نهایت لذت رو ببرم. میخوام دوباره برگردم به تیراندازی. کسایی که از قدیم منو دنبال میکنن 100% اون ولاگایی که من میرفتم تیراندازی با تپانچه و اسنایپر میشدم و اینا رو همه رو یادشونه. یه مدتی میرفتم، یعنی چند ماهی میرفتم و انقدر سرم شلوغ شد که ولش کردم، چون مثلا من باید سه شنبه میرفتم تیراندازی، در حالی که سه شنبه سه از مدرسه تعطیل میشدم، سه و نیم خونه بودم و پنج قرار تیراندازی بود و اون محلی که من میرفتم تیراندازی از خونم تا اونجا یک ساعت و نیم راه و خلاصه خیلی سرم شلوغ میشد، اصلا نمیرسیدم. به خاطر همین یه مدت رفتم گذاشتمش کنار، با اینکه استادم میگفت خیلی استعدادشو داری و حیفه که بذاری کنار. الان با کلنگی که داره میزنی به زمین، همون کلنگو میکنم تو میزنم تو کل. خلاصه که دوباره میخوام برم سر تیراندازی و این ویالون بیکاری که میبینید پشت سر منه، دقیقاً 3-4 سال پیش شروع کردم ویالون زدن و یاد گرفتن و خب ولش کردم. یکی از برنامه‌ام اینه که دوباره برگردم سر ویالون، ولی فکر نکنم این تابستون بتونم چون خیلی سرم شلوغه و خب ساز و موسیقی و اینا نیاز به آرامش خاصی داره، یه آرامش خاطری داره که فکر نکنم حالا من گیرش بیارم. یکی از اهدافم اینه که یه زبان جدید شروع کنم و در حال حاضر واقعا سرم شلوغه و نمیدونم همه اینا رو چجور هندل کنم. برنامه امروز اینه که اول باید برم تنیس. کلاس تنیس دارم. خدایا منو سنگم کن. تموم شد. مرسی. نه تموم نشد. منم سریع باید آماده شم برم تنیس. خیلی گرم بود بیرون و شدیداً دلم پاییزه بدون مدرسه رو میخواد، ولی خب باید با مدرسه باشه دیگه، چیکار کنم؟ یه سال دیگه مونده، یه سال رو بخونم تمومه. دم باشگاه من یه گلخونه هست، دمش که نه، یه ذره باید بری بالاتر، منظورم از یه ذره ده دقیقه رو پیاده رویه و ده دقیقه رو به سر بالایی بوده. اصلا من آخرش اینطوره بودم که بعد رسیدم به گلخونه. من شمدونی داشتم، اگر ویدیوهای قبلیمو دیده باشید میرم توی تراس گلامو آب میدم، هدیه از طرف یکی از همسایه هامون بود که خودشم الان خوشبالش رفته کانادا و شمدونیشو به من داده بود. ساک لعنتی برو اون. بعد خلاصه که این شمدونیه انقدر این چند وقت هوا گرم بود خوش شد متاسفانه و منم آخر هفته نبودم که بهشون خوب خوب رسیدگی کنم. من نیستم دیگه عملا تا چهارشنبه تا جمعه شبش که فردش دیگه میشه شنبه بهشون آب میدم نیستم. خب خیلی زیاده، 3-4 روزه. به خاطر همین یواش یواش داشت خشک میشد، اصلا خیلی هوا گرم بود. هر کاری هم میکردم، هر چقابش آب میدادم، هر چقابش میرسیدم خوش شد به هر حال و I'm sad. ولی خب مهم نیست، باعث شد که من گلای جدید بگیرم به اضافه یه گلی که واقعا نیازش نداشتم ولی خیلی قشنگ بود و گرفتمش. خب بذارید خوشگل ترینش رو بهتون نشون بدم. خب
اینو ببین خوش، میبینی چقدر خوشگله قیافه منو؟ میبینی رنگشو لعنتی؟ ببین من حالم از صورتی به هم میخوره، حالم از صورتی به هم میخوره و عملا هیچ لباسی ندارم یا یه چیز خاصی ندارم که صورتی باشه، ولی این صورتی خیلی نازه. ولی بازم ترغیب نمیشم که همچین رنگی لباس بخرم، ایش چندشه. ولی تا نگاه کن اصلا این رنگ روی گل خیلی نازه، بعد گل نیست برگوش صورتیه، نکنه رنگش کردن به من داختن. گفتش تازه صورتیش پر رنگ تر میشن و خیلی نازیه. بچه زشت شدم، هر موقع میام خودم لوس کنم مثلا به جای کیوت میشم کیومرس. خدا یا ما رو دختر میکردی یا پسر میکردی با این قیافه که به ما دادی. البته تقصیر خودم هست، بخاطر مدل موام و تیپی که میزنم. یعنی باورم نمیشه بعضی تو کامنت ها میپرسن دختری یا پسر. مثلا طرف میبینه شال سرم میکنم، میبینه مدرسه دختر نمیرم، میبینه دارم باشگاه زن نمیرم. داداش به نظرم تو 70% پسر 30% دختر. جلال خالق داشت چی میگی؟ اولین گلی که گرفتم این سومی بود، آخرین گلی که گرفتم. اولینش وای، البته هنوز قنچاش باز نشده. ترجیح دادم اینطوری بگیرم که قنچاش توی اتاق خودم باز بشه. نگاه کنی چه قنچه داری، این وای این باز بشه چه جیگری میشه. میترسم یه خاکاش بریزه رو فرش ننم خودم و گلامو بذاره دم در. نگاه چه خوشگله، اینو باید ببرم تو دوربین تا منو بشه. تایتل ویدیو همینه. خیلی نازب، واقعا من خیلی این هفته سرم شلوغه و مثل احمقا رفتم گل بگیرم تا بکارم توی گلدونا. یعنی به سخت ترین کارا رو و عجیب غریب ترین کارهایی رو که میتونم هفته های دیگه بکنم یا روزایی که وقتم خالیه رو دقیقا تو روزی که خیلی سرم شلوغه انجام میدم. اف مای لایف، این لعنتی رو میبینید چه جیگره؟ میبینید قنچاش دستم اینا بای ترسم فکرم روش سوسکه خاکش روش زمین، مامانم بیاد تو میکشتم. اینا رو میبینید قنچه هاشه، اینا توی اتاق خودم میشه تو تراس خودم باز میشند و آی آی گردنم سوراخ شد. چه خوشگله، اصلا نمیدونم چرا اینجاش سوخته، ولی خب فکر کنم بخاطر هم یارو بهم تخفیف دادین و مجبور شدم جای این گلو با این گل عوض کنم، چون دیدم خیلی این گلونه واسه این بزرگه و فعلا تو همینجا بمون خوشگله. و گلای جدیدم که جای شمدونی اومدن what is this بالا، اینم گل ریزاست که گفتم قراره همینجا برام قنچه کنن. ننه تو چقدر نایسی، اینم اون یکی گلمه، اینم قنچه های خوشگلشم که قراره در بیان. گذاشتم یه جایی که قشنگ آفتاب بخورن، آبشونم خوب دادم، فقط چون عمق گلونه زیاد نبود یه ذره گلام اومدن بالا که اشکال نداره، قراره برم خاک بگیرم براشون بریزم. این گلم که داخل همین بود درشو بردم و خدای من عاشق گل و گیاهم. یه ذره استراحت کنم چون تازم از ورزش اومدم، پیاده اومدم مثلا سگگرما فکر کنم گرما زده شدم دارم میمیرم، ولی خب فعلا زندم. حدود یکی دو ساعت کنن نیم ساعت 40 دقیقه استراحت کنم، بعد باید بشینم پای درسام و زبانم. خدا شکر امروز خیلی شلوغ نبودم، میتونستم شنا برم، ولی خب متاسفانه پا ندارم دیگه.